سازمان ملل متحد از حکومت آل خلیفه درخواست کرد که فعالان حقوق بشر را آزاد کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی دست کم سه نفر از مدافعان حقوق بشر بحرینی شد. به گفته وی آنها مدتی طولانی است که در زندانهای آل خلیفه بازداشت هستند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. ماری لولر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر نسبت به بازداشت طولانی مدت مدافعان حقوق بشر در بحرین به دلیل فعالیت های حقوقی و قانونیشان در تبلیغ حقوق بشر و حمایت از آن در بحرین ابراز نگرانی کرد. لولر از عبدالهادی خاجه عبدالجلی سنکیز و ناجی فتیل به عنوان مدافعان حقوق بشر بازداشت شده در زندانهای بحرین نام برد و گفت آنها مورد شکنجه و حبس انفرادی قرار گرفتند و از درمان محروم شدند وی تأکید کرد برخی از گزارش های دریافت شده نشان می دهد که خاجه دوچار شکستگی صورت شده است فتیل و سنکیز در حبس انفرادی قرار دارند و از حق مراقبت پزشکی و انجام شاعر دینیشان محروم هستند. همچنین سنکیس مجبور به اعتراف اجباری شده و کتابهای های دینیش را توقیف کردند. این گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت محاکمه مدافعان حقوق بشر از جمله عباس امران و علی عبدالامام به صورت غیر حضوری انجام گرفته آنها به اتهام تشکیل گروهی که غیر قانونی تلقی شده و نشر اطلاعات دروغ به پانزده سال زندانی محکوم شدن وی ای افسود این اشخاص مدافعان حقوق بشر بوده و به جرم تلاش های مشروع و مسالمت آمیز محاکمه شدند این مسئله تنها بر زندگی خودشان و خانوادهشان تأثیر نگذاشته بلکه تأثیر وحشتناکی بر فضای مدنی این کشور داشته است بحرین مانند بسیاری از کشورهای خاور میانه شاهد سرکوب خواسته های مدنی و مطالبه گران حقوق مردم است این کشور نیز مانند برخی از همسایگان خود شعارهای پوشالی فراوانی درباره آزادی دارد اما در عمل مردم را به شکلی سیستماتیک سرکوب می کند به ویژه اینکه بیشتر جمعیت بهرین را شیعیان تشکیل میدهند و آل خلیفه به عنوان خانواده حاکم بر این کشور از اهل تسنن هستند